برادر محصره هستیم، یعنی با ساید از جنگ هست طالبای بند دو طرف را قیچی کردن. انشالله که یا رای مرگ هست یا پیروزی هست. دم روی دول و سوال تا شهر مایانو میگرم بند کنم. پیورا نیامد و قطع از دو طرف این شما اونجا هستیم یا میمبریم بیزا کاری قرار درام هست زنا یگوال هست نمی دالزا کمی سرباز هست بیدمل هست افسر هست نمی خیزشیش پر هست که گپ زده نمیشه موتر هست نمی رقم قطار هست گلش طرف فرخار رو خدا در دادین طرف فرسج فرخار که به نمی حال حرکت هست گزینه ما همه بود که در دوازده منزله سیزده منزله جنگ میکنیم. سر دوازده منزله بر اومدیم از داخل خانه آسیب آقاگل سر ما فیر شد در ضربه خود ما گفتم که داخل شهر خود طالب اومده بچه های ما خود در قرپرچه و عین از در ریاست امنیت آمدن همه کس آمدن میریم تراد نیم آلوم سرم تا پلوی سرد سرم های شما بالا نیست میشینم قطعه پلانی نمی است که موتر رونکس آمده زیر استاد است موتر به طالب ها روان کده و والی طالب ها و رئیس امنیت که مولوی نوریدین در ارتباط است. از ما فقط جنگ است کوچه به کوچه هیچ گزینه‌ای نداریم فقط جنگ. ما پلان برنامه داریم که پس باید سر تخار تخار پلان برنامه بگیریم باید سر تخار بریم. ما از پشتر خود خبر نیستیم که قماندان لوا وقت گریخت رفته هیچ کس جرأت سودا کردن نداشت. سالا تقریبا یک امپور دو لک سی لک بود افغانی یا 4,000-5,000 دلار بود. اما قماندان قلوردی که در ایجا یک دار قماندانش ورداشته کابل رفت امپور 100 دلار. از قندوز زاده این رسیده بنشهر اگونا مسئولین ما میبودن تا روز آخر بالی ما استاد میشودن از پرسنل ما از ما دفاع میکردن از مردم خود دفاع میکردن از ملت خود دفاع میکردن از ناموس خود دفاع میکردن ناموس خود نمیموندن به دست پنجابی پاکستانی بیگانن. بالاخره به ما نتیجه رسیدیم که از 5 سال پیش ما پروخته شده بودیم. مستند سقوط فاجعه بار شهر طالقان پس از 3 ماه جنگ خونین با طالبان. برادر محاصره هستیم، یعنی وسایط از جنگ است. شهر طالقان در لحظات پایانی سقوط از 4 طرف به دست طالبان محاصره شده بود. نیروهای دولتی که بیش از 3 ماه در برابر طالبان مقاومت کرده بودند با وضعیت پیچیده و ناامید کننده روبرو هستند. مقاومتی که در هیچ شهر دیگری از افغانستان به این اندازه طولانی و سنگین نبوده است. با سقوط شهرهای بزرگ از جمله هرات و غزنی روحیه نیروهای امنیتی همچنان ضعیفتر می شود و حملات و پیشروی طالبان به شهر طالقان افزایش می یافت. دمروی دول و سوال تا شهر مایانو میگرم بند کنم. درگیری میان مجاهدین و هیچ گپی نیست. حالت چه قرار است؟ حالت مردم جنگ است. جوانا شیر بچه ها میکشم خدا عمر صاحب کشف چه حال داری؟ خوب هستی؟ میریم تراد نیم آلوم سرم تا پلوی سرد سرم های شما بالا نیست میشینم قطعه. زمانی که شهرهای بزرگ چون هرات و غزنی در تاریخ 21 سال 1400 براحتی به طالبان تسلیم داده شد پیشروی آنها شدت گرفت. بی‌اعتمادی فرماندهان و نظامیان از رهبران دولت به شدت افزایش یافت و با گذشت چند روز تأثیرات آن در تخار رونما شد.
این نیروها سنگرهای خود را در حومه های شهر طالقان ترک کرده و به مرکز شهر در اطراف ریاست امنیت ملی تجمع کردند. این تجمعات نشان دهنده اوج هرج و مرج و ناامیدی نیروهای امنیتی بود. جور از این جوانای وطن جناب کماندان سر احترامات تقدیم. ان شاء الله ما شما پیروز میدان هستیم میبرایم ان شاء الله. چی گفتید؟ وضعیت خراب است. تیاره نیامد و قطع از طرف ان شاء الله اونجا هستیم یا میبریم. ایسا کار قرار است. زنا دار بگو شما خراب بیرن کدین امنیت ملی شورا را شما بند کده ده بیادر نمیر اینجا را پیشو دار و زد دو دار دوات کده اگه اون بیش نیشی دیش کم نبود سبا چه تر اینجا را بیشه یک مرمی بدبخت اکنه یک بخت. این تصاور نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از فرمانده لوای ارتش شکایت دارند که آنها را تنها گذاشته است. ای خانه خراب شده است، قمندان لوا. مسعود نجرابی، فرمانده کندک عملیات‌های خاص کماندو در قندوز و محمد عمر عمر، فرمانده نیروی مردمی و مسئول جنگ شمال طالقان از وضعیت موجود به شدت نگران شده و از تلاش‌های خود برای دفاع از شهر تاکید می‌کنند. لازمه که ما در پانتون دشمن گرفت، پس حمله کردم، پانتون گرفتم، رئیس امنیت ملی که ما در پانتون بود، پس که اومدیم، ما در پانتون بودم، رئیس امنیت در موتر خود شش پس اومد در ریاست امنیت ملی، ما کل جای محاصره شده بود، ما اومدم در میسر سرک بودم، جنگ میکردم، طالب. پرسنل ما تید بود، ما اومده بودیم که ما هم سایه که از دست رفته بودم باید بگیریم، پس تعظیم کنیم. همه هرچی من در مخابره صدا میکنم هیچ کسی وجود ندارد. برام یک دوست یک رفیق من زنگ زد گفت قمندان صاحب کجا هستی؟ من گفتم دمیج که طالبا ما دوش به دوش زده روان هستیم ان شاء الله هیچ گپی نیست. سایه که از دست رفته پس میگیریم نیروها پلیس امنیت اردوی رو جابجا میکنیم. گفت خبر نداری که کلاگ در ریاست امنیت ملی جلسه جمع شدن پلان برنامه است که یا برم با سایه ترک کنن. من گفتم من از پلان برنامه خبر ندارم، من باید تصویر یک دفعه برم. وقت من دمی یک رکشا ششتم، بچه ها را هیچ کس خبر نکردم، رفتم دولت. مجرد دولت رفتم، میبینم که چیز کردی میلیس، چیز که خیزشیست، چیز که پلیس هست، از شورای ولایتی گرفته تا وکیلای پارلمان، تا رئیس امنیت، تا والی کلش دمی ولایت ششتین، یک رقم برنج خوریست، پلو خوریست که یگال از دمی دالزا کمی سرباز است، بریدمل است، افسر است، نمی خیزشی است، پر است که گپ زده نمیشه، موتراست، نمی رقم قطار است، کلش طرف فرخار رو خدا در دادین، طرف فرساج فرخار که انمی حال حرکت است. ما واقعا تصمونی شدم رفتم که گفتم چی است، چی برنامه است، چی پلان است، چرا مرد جوری ها نمیوانه؟ شما که رفتین کجا رفتین؟ من دولایت رفتم، دولایت رفتم. تصمیم گرفتم، من یک جلسه گرفتم، من باید داخل شهر ما باید در بلند منزلا جا با جا شویم. در بلند منزلا ما یک بلند منزل 12 منزله بود. آجل اونجا مچه های ما تانز از خط نیامده بود. دیگه جا بسیار نزدیک شد. ما اینجا نان و آب و ایگه پار ذخیره میکردیم. با ما کسی گفت که در امنیت برو مردم جمع شده و بعض خطر را اعلام کردم. ما باور نکردم با سر دوازده منزله برا اومدیم. یک تعداد بوجی را گرفتیم، یک تعداد مردکه را گرفتیم و بوجی بچینیم در سر دوازده منزله و موازی درست کنیم. موازی درست بکنیم. اینجا ما گفتم شاید دولت تصمیم میگیره باز از همونجا تغییرات بیایه یک کمک شوه. هدف ما آخرین گزینه ما همین بود که در دوازده منزله سیزده منزله جنگ میکنیم. سر دوازده منزله برا اومدیم. همه پیش روی تقریبا 500 متر او طرف خانه آسیب آقاگل بود. از داخل خانه آسیب آقاگل سر ما فیر شد، در ضربه فیر شد، مرمی پالوی ما خورد، ما پروت کردیم. ما گفتم که داخل شهر خود طالب آمده، بچه های ما خود در قره پرچه و عین از نو رسیده، بچه های ما در
مثل باغ زخره. دویده رفتم در چیز در ریاست امنیت. ریاست امنیت آمدم، همه همه کس آمدن در ریاست امنیت. ملا محمد عمر والی و برخی از فرماندهان ارتش را متهم میکند که پس از رسیدن به ایران آگاه شدند که آنها با طالبان در تماس بوده و قصد تسلیم دهی نیروها و سقوط شهر به نفع طالبان را داشتند. والی تخار و والی طالبان مولا نوردین مذاکره داشته که گویا تسلیم میشن. از این مسئله شما آقای پیدا نکردید؟ نه، ما بعد از برآمدن پس آقای پیدا کردیم. که ما در ایران رسیدیم آقای پیدا کردیم. تا وقت ما آقای پیدا نکرده بودیم. مولوی قرلوق والی سابق در دولت پیشین حدود یک ماه پیش از سقوط شهر طالقان در مصاحبه به من گفته بود که به هر قیمتی از شهر دفاع خواهند کرد، تنها گزینه‌شان جنگ است و با هیچ مقامی از طالبان ارتباط هم ندارد. اگر حملات طالبان همچون فعلا جریان ادامه پیدا بکنند و حلقه محاصره بسیار تنگ شود چیکار میکنیم؟ چند گزینه داریم؟ از ما فقط جنگ است، کوچه به کوچه. هیچ گزینه ای نداریم؟ فقط جنگ. اگر تا ولایت برسه؟ جنگ. جنگ؟ بله. از طالبا کس به شما زنگ زده؟ از رهبری طالبا، از کمال والی، بسوالایشان؟ نه خیر، ما هیچ گونه تماس ارتباط همراهشان ما نداریم. صف ما چی مشخص معلوم است؟ پیشنهاد دوستی و یا موارد دیگه به شما کردن؟ نه خیر هرگز. مسعود نجرابی فرمانده کندک عملیات‌های خاص کماندو در کندوز از برنامه‌های پنهانی والی و رئیس امنیت تخار برای تسلیم دادن شهر به طالبان پرده برمی‌دارد و از تلاش‌های خود برای جلوگیری از این برنامه می‌گوید. من واقعا عصبانی شدم، بیرون برآمدم، کلگی برنج خوری از دمی دالیزا و پلو خوری از سوی اگال سر از چیز، من بیخی عصبانی شدم، قرار کردم برآمدم بیرون، من باید پلان و برنامه ما بگیرم. دمی حالت عبدالابق دکم که پدرش قهرمان بود، واقعا خدا نموتو با مردانگی شهید شد. دیگه اون مو رقم بچیش عبدالابق واقعا که پایشم اگر شوگار بود که تو مادم روزای سقوط جنگ میکد شانه در شانه پلو در پلوی ما میبود. اینمی آدم از پشت سرم دیده دیده آمد، من طرف بیرون مبرا آمدم در لب سرک بودم که عزیزم گرفت گفت کماندان صاحب، گفت هر چیزی که تو میخوایی من تو میکنم. بالا شدیم در دفتر رئیس امنیت ششتیم دو به دو تنها، گفتم پلان برنامه با ما چی؟ پلان چی هست؟ برنامه چی هست؟ پلان اینمی هست که موتر رونکس آمده زیر استاد است، موتر طالبا روان کرده و والی طالبا و رئیس امنیت که مولوی نوریدین در ارتباط است، با مولوی نوریدین کتش در ارتباط است که باید تا ساعت 5 بجه دیگر تمام نیروهای امنیتی را کل گیره تسلیم ما کنه، شما در این موتر بشین راست والی، قماندان امنیت، رئیس امنیت و چند نفری که هستن، 3-4 نفر در موتر بشینن، میبرن قندوز، از قندوز میبرن در طیاره میبرن کابل. آن برنامه اینمی بود، حتما ما که فکر میکنم شاید خیشی قومی هم داشته باشه، باجیش میشد که قصور بدهش میشد چی میشد، بخیالم به فکرم از جناس نجیب از رئیس امنیت ملی مولوی نوریدین بود، یکی مولوی نوریدین والی تخار هم بود از چیز طالبا، از طالبا. بله بله. بازی خب. تلفنی داشتن، ارتباط گرفته بودن، بازی رئیس امنیت کتشون اوکی کرده بود، والی هم در ارتباط بود، والی هم قبلا از دان خودش نشیندیم، از دان دیگه مردم شیندم و از قوارتان چیرانتان رفتار و کردارش که معلوم میشد که طالبا کانتاکت داشت، ارتباط گرفته بود. منظور شما مولای قرلوق است، والی تخار اون زمان بود. آه، این ارتباط داشت. نمی حالتی وکیل صاحب که برای من عبدالابی که گپا را زد، گفت من شخصا قول داد، گفت من به ناموس قسم که من تا آخری لحظه هر پلانی که داری، هر برنامه که داری، من کتت استاد هستم می جنگ. عبدالابی که من گفتم پلان چی هست، برنامه چی هست، گفت ساعت 6-5 بجه ما باید از این سوار ترک کنیم که طالبا گرد زدیم و میان سوار تسلیم میشه. جای هم نمانده بود، یک ولایت تخار مانده بود، جای امنیت ملی مانده بود، تو کل سوار گرفته بودن، اما کماندوهای ما، پرسنل ما، اردوی ملی امنیت ملی هم بود، اردوی ملی هم بود که پرسنل ما در سوار توزیع بود، کل سوار سیف گرفته بودن. دمی حالت ای حالت ای گپه ای پلان ای برنامه را که نیروهای امنیتی سرباز بریدمل شنید، کلگی سوهای خود را ترک کردن، تنها ماند کماندوها.
که من دو در جای خود ما واقعیت نیروهای امنیتی که تا آخرین لحظه جنگ کردن تا که گرفتن محبس اعلا کرد پلیس خبر شدم که محبس اعلا کردن پلیس محبس اعلا شد اطفایه را اعلا کردن تمام ساها را اعلا کردن آمدن گرفتن باز ما مجبور شدم که قماندان لوای اردوی ملی در اوجه بود و قماندان لوا پرسنل خود کشید امکانات نبود چون کل ساها را اردو پلیس اعلا کرده بود اردو هم پرسنل خود کشید وقت کنترل بر آمده بود نیروهای امنیتی از کنترل بر آمده بود پرسنل خود کشید دیگه ما که وزیر صاحب گپ زدم دیگه ساعت هنوز 3 بجه 2 بجه بود یک وقت دیدم که برآمدن است دشمن فایر فایر کرد حمله کرد که حمله کرد پرسنل ما در اونجا بود جنگ میکرد برای ما از کابل زنگ زده میرفتن که قمانان صاحب و سر تو پلان است سر تو برنامه است بکش خدا که تلف میشی بکش خدا که تلف میشی پلان و برنامه سر تو است اما ما چاره جنگ کردن با دشمن دیگر را نداشتم چون که مرا دشمن میگرفت مرا از بین میبرد ما کسی نبودم که برای مرا کتما معامله صورت میگرفت و کت سربازای ما چون که ما بسیار تلفات به مردم داد با دشمن داده بودیم بیرون بر آمدم دیدم که اگر 100 موتر یک و نیم 100 موتر تانگ و اموی و هیلکس نمه تو برابر است این مردم مغز مفکوری از زیرم نداشتن که ما کدام طرف ریم طرف ارسج فرخار یو لسوالی ها کرش بدست طالب است ما برای جا گفتم حالا دیگه چاره ای نمانده ما چون که کت وزیر صاحب گفت زدم گفتم من مجبور پرسون علا بکشم رای سرک لوا که بود لوای اردی میلی را دشمن منگذاری کرد نماند که پرسون علا بکشن دشمن رسید نزدیک تانگا ما مجبور شدم چاره دیگه نبود دیگه رای جنگ هم نبود مردم ملکی تلف میشد خانه های مردم ملکی تلف میشد مردم خساره میدید مردم زیاد به مردم ملکی وارد میشد جان مردم ملکی در خطر بود جنگ داخل شهر امکان نداشت نگنه ما قدرت جنگ هم داشتیم نیروی جنگ هم داشتیم سلام داشتیم وسایط هم داشتیم و پرسنل کافی هم داشتیم من میتونستم داخلی لحظه جنگ اما مشکل می بود که مردم بسیار ضرر می دید از لحاظ دکانهای مردم از لحاظ جان مردم از لحاظ مال مردم کلش در خطر بود نیروهای دولتی که تعدادشان نزدیک به 2000 تن می رسیدن در ساعتهای پایانی بعد از ظهر از شهر طالقان به سمت ولسوالی فرخار و سپس به ورسج عقب نشینی کردند. اما در مسیر را به ده ها کمین طالبان برخوردند که آنها به کمک یک هواپیمای جنگی B-52 آمریکایی از کمین طالبان عبور کردند. کاروان بیش از 1000 نفری نیروهای دولتی در حین خروج از شهر طالقان در منطقه ختایان این شهر به کمین زنجیره‌ای طالبان مواجه می شوند. جنگ شدید رخ می دهد و تلفات سنگین به هر دو طرف وارد می شود. در حین زمان یک هواپیمای B-52 آمریکایی به کمک نیروهای دولتی می رسد و بمباران های دقیق علیه موازی طالبان انجام می دهد. این بمباران ها به نیروهای دولتی کمک می کند تا از کمین عبور کنند. و در نتیجه این بمباران ها ده ها عضو طالبان کشته و زخمی شوند. مقام‌های محلی و نیروهای دولتی یک پی دیگر به ورسج می‌رسند. از 16 ولسوالی تخار تنها ورسج به دست نیروهای دولتی می‌ماند و طالبان تا
تمامی ساحات این ولایت را به گونه کامل به دست میگیرند. با گذشت چند ساعته فرمانده مسئول نجرابی برنامه ریزی برای بازپسگیری ولسوالی فرخار را آغاز میکنند، اما سقوط همزمان قندوز و بدخشان مانع این برنامه شده و هرج مرج میان نیروها به شدت افزایش مییابد. دیدم 1000 نیرو بیشتر از بدخشان آمده بودند و یک تعداد از نیروهای ویژه از قندوز آمده بود. با وجود قدر امکانات، با وجود قدر نیرو، حدود 3500 هم قدر نیروها می‌رسیدند در ورسج تجمع کرده بودند، در حالی که طالبان هم به شما نزدیک نشده بود در ورسج. چه چیز باعث سقوط ورسج شد؟ ما قرار در جای خود ما پلان برنامه داریم که پس باید سر تخار تخار پلان برنامه بگیریم، باید سر تخار بریم. هیچ گپ نیست، پرسنل ما بسیار جاها را سیف نگاه کردیم، پلان برنامه داریم، اما ما از پشتر خبر نیستیم که قماندان لوا وقت گرفت رفته و قماندان قول اردو پالیم است، قماندان لوای تخار پالیم است، قماندان لوای بدخشان وقت پرسنل گرفته گرفت رفته. ما اینطور فکر کردیم که قوات دمش میرود، همه دنه فرخار استاد میشه، ما اینجا خط میگیریم، پس چیز میکنیم. هر قدر تلاش کردیم کسی سیر نکرد، این قوه مستقیم آمد در چیز ورساج، در ورساج استاد شد. بعد از ورساج در یک شب و یک روز باز دمراسی کردیم، بعد از جلسه گرفتیم، بعد از جلسه گرفتن باز تقسیمات کردیم، قوندوز یک طرف، میانشهر یک گروه، فرض مثال طرف درایی خوست فرنگی، همه جا را تقسیمات کردیم، تانگار هم تقسیمات. بعد از اینکه قندوز آمد و چی آمد؟ نیروهایی که از بدخشان بود اونا آمد، ما حتی سلام خریدیم، ما چند روپه پول داشتیم که مردم ها سلام خریدیم، ما چون که در ورساج آمدیم، مردم هم یک تعداد 20 ساله به امرای ما برای آمده بود، ما یک 15-20 سلام همونجا خریده بودیم، سلام خریده رو میکردیم، مهمات خریده رو میکردیم، ما گفتیم باید اینجا مقاومت کنیم، حتی فامیلای ما هم گپ زدیم که در ورساج ما بکشیم. این باعث از این شد که میخیزشی خیزش مردمی، امنیت، پلیس، اینی مردم ها سلاح خود 4000، 3000، 5000 فروختن، ترک کردن، سوان را گریختن، رفتن. گریختن، ما سر از او هم، ما پروه از بار نکدیم، ما بودیم اونجا تا آخرین لحظه بودیم که بر ما هدایت داده شد. ما سلاح میخریدیم، سلاح اما وقت اینا بود، قماندان قول اردو نیامده بود، سلاح ایمپور، هیچ کس جرأت سودا کردن نداشت. یگان نفری که میگرفت در بازار سلا تقریبا یک ایمپور 2-3 لک بود افغانی یا 4000-5000 دلار بود. امی قماندان قول اردوی که در اینجا یک دلار قماندانش ورداشته کابل رفت، ایمپور 100 دلار شد. 100 دلار خاله، ما خودم 200 دلار 3 تا ایمپور خریدیم. بالاخره دیدیم که اینا جرأت پیدا کرد، ایمپور سودا کرد، رفت. ما یک جا میمان میشدیم، این تانگا حرکت میکرد طرف میانشهر. ما در جلسه فیصله کرده بودم که در میانشهر یک تعداد قوت اوجه برای که از طرف بغلان اونجا یک راست میایه. این تانگا هدایت داده شده بوده که شما خودتان میده میده بکشیم به طرف چیز، از رای میانشهر به طرف پنشیر بیخ کوی حوزه بغلان. زمانی که حدود 3000 نیرو در مرکز ولسوالی ورساج انتظار مقاومت و دفاع از این ولسوالی را داشتند، یک هلیکوپتر ارتش در برابر چشمان این نیروها به مرکز این ولسوالی نشست کرده، شماری از مقام‌های دولتی از جمله والی و فرمانده لوای ارتش را به کابل انتقال می‌دهد. با آنکه نیروهای امنیتی مانع این پرواز می‌شوند، اما نتیجه نمی‌دهد. این صحنه امید آنها را برای مقاومت در این ولسوالی قطع می‌کند. و سپس برخی از این نیروها شروع به فروش سلاح‌های خود می‌پردازند و هرج مرج بار دیگر میان نیروها در ورساج آغاز می‌شود. این در حالی است که طالبان هنوز به این ولسوالی حمله نکرده بودند. ورساج بدون هیچ درگیری بعد از طالبان سقوط میکند.
نظامیان گروه گروه به سمت کوتل زرد حرکت میکنند. کوتل زرد آخرین نقطه است که تا حد میتوان با وسایط نظامی رفت. سپس نیروها به پای پیاده با طی کردن ده ها کیلومتر مسیر کوهستانی پس از 24 ساعت خود را به مرکز پنشیر میرسانند. دیوار بده که میشه مرد مرملوکا تو رنجار کجنجار که بودی؟ اینمی کارک میبینی کوهای سر به فلک پنشیر است. اینمی بخیر میرسیم اون طرف پریان. اینجا دیگه ما پلنگا در حالت فرار هستیم. خط باریک وصل شدیم. از قندوز زده اینا رسیدیم پنشیر. میبینیم که از این به بعدش چی میشه. امورتای این صحنه از آخرین نیروهایی است که از طرق کوتل زرد در حال بیرون شدن از ولسوالی ورسجند. آنها وسایل و تجهیزات نظامیشان را آتش می‌زنند تا طالبان از آن استفاده کرده نتوانند. پس از هرج و مرج در ورسج و بیرون شدن نظامیان از این ولسوالی، بلافاصله طالبان وارد مرکز این ولسوالی شده و کنترل آن را به دست میگیرند. چه جایی هست بلیاز خدای من نازم دو در گزارش بده وضعیت از چه قرار است؟ اندخته هست کس؟ قطارا بسار ماندیم ای چند ساعت این منزل را چقدر را بودی چقدر مانده ما و شما این وسایت ها مکمه نویدو میمون در میدیم یارو نه 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 میبریم اونش کجا میبریم اکس ها چی میگیم ایسا فیلم خوبش گرم تراشتیم سبت بخیر قماندان سید نه گزارش بودی الحمدلله ما از رسالی ورسد با سقامت ولایت پنشیر دا رقم باشیم کتل زرد که هم جوار با ولایت پنشیر است بیرسیم انشاءالله فضل خدا مرال پنشیر را لازم بسیار قضا قوی است برای بخیر شیر مردای وطن برای مردان برای بخیر بخیر برای اینجا کوتل زرد است آخرین نقطه مرزی میان ولسوالی ورسج تخار و پریان ولایت پنشیر نیروهای دولتی توانستند تا اینجا با وسایلشان بیایند و پس از رسیدن به این منطقه وسایلشان را آتش زده و با پای پیاده به سمت کوههای پنشیر رفتند چی حالت هست به خدایی و چی وضعیت هست؟ هر سر بسیار خونک نیستی جا
این تصویر نشان می‌دهد پس از آن که نیروهای دولتی از ساحه بیرون شدند، اولین افراد طالبان خود را به این منطقه می‌رسانند و در حال بررسی تانک‌ها با وسایط بجا مانده از نظامیان دولتی هستند. داره چند از کوریسه؟ 14.45 یکی بر 18. شما به خاطر چی اومدید اینجا کوریسه؟ ما به خاطر شکر و خانسه دستهای مفتوم های کتلی زرد به خاطر بجایده؟ وصل با پنشیر امیر صاحبی امنیت در ساحه کوتل زرد. ظلمی که بالای ما شد، بالای پرسنل ما شد، بالای ملت مردم افغانستان شد، جان خود عزیز دادن، مال خود عزیز دادن، بچه های اولادای شیرین خود عزیز دادن، هیچ در زندگی فراموش شده نیست. اینه من شخصا هیچ وقتی ایره فراموش نمیکنم. ما بسیار بیادرهای خود عزیز دادیم، ما بسیار جوانها را عزیز دادیم، ما بسیار دوستا و رفیقایم عزیز دادیم. اونا را نمیگم بیگانه، و کلش بیادرهای ما بودن. هیچ وقت ما روز فراموش نمیکنیم. و این کسایی که شخص رئیس جمهور مثال مسئولی کار بود، این موهبه که گشتک بچه طفل بچه را آوردن از خارج به نام رئیس شورای امنیت ساختن. مثل ازی که وزیر داخله که با کتازو ششتم روا نبود، او را آوردن وزیر منعیس وزیر داخله شاندن. مثل ازی که رئیس امنیت بود، اونا خون مردم خوردن، اونا سهم دارن، اونا طالب بودن، اونا نبودن مسئولین ما. اگه اونا مسئولین ما میبودن تا روز آخر پالی ما استاد میشدن، از پرسنل ما، از ما دفاع میکردن، از مردم خود دفاع میکردن، از ملت خود دفاع میکردن، از ناموس خود دفاع میکردن. ناموس خود نمیموندن به دست پنجابی پاکستانی بیگانه. ما بهترین جنرال ها داشتیم، مثل جنرال صاحب ضیا بود، لوی دریستیز بود، مثل
این علیزه ای که مثال کار کرده در حکومت قبلی لوی دریستیز بودیم دفعه آخر، مثل بسیاری جنرال های دیگر که بود، مثل بسیاری افسرهای ما، بسیاری سربازهای ما، واقعا قابل قدر بود. اما اردو را ضعیف کرد، اردو را زدن خراب کردن. کی کرد؟ این از این بالا کرد، این رئیس جمهور ما کرد، اینمی کابینه ریاست جمهوری کرد. همین جپای سخت به مردم افغانستان شد و ما بالاخره به من نتیجه رسیدیم که از 5 سال پیش ما پروخته شده بودیم. در پنجشیر وقتی که رسیدیم که ما اوتوم چقدر با ملت خود ما جفا کرد، اسیر مردم کردیم، اسیر اجنبی کردیم تا اینجا رسیدیم. بسیار خاطرات بد بود. بالاخره به یک جمله بگویم که همین فروخته شده بودیم. این پایان تلخ برای نیروهایی بود که سالهای طولانی برای بقای جمهوریت جنگیدند، قربانی دادند و در نهایت قربانی سیاستهای دروغین رهبران شدند. رهبرانی که پیش از همه از افغانستان فرار کردند.